آنارشیسم به نظامی سیاسی اجتماعی گفته می شود که در آن هیچ گونه ساختار طبقاتی یا سلسله مراتب قدرت و یا دولت وجود ندارد. آنارشیسم از واژه یونانی آرکو به معنای اقتدار و حکمران همراه با پیشوند منفی ساز آن به معنای فقدان گرفته شده. ایده نفی دولت به یونان باستان برمی گردد، جایی که زنون از بنیانگذاران مکتب رواقی جامعه‌ای بدون دولت را تبلیغ می‌کرد و خواستار لغو قوانین شده بود، چون اعتقاد داشت که فضیلت و اخلاق تنها در آزادی کامل به دست می‌آید. در اوایل قرن 18 آرمان دالاونتان در کتاب سفرهای تازه در آمریکای شمالی واژه آنارشی را برای توصیف جامعه سرخپوستانی به کار برد که فاقد مالکیت خصوصی، دولت، قانون، زندان و روحانی بودند. اما آنارشیسم به عنوان یک نظام سیاسی مدرن در اوایل قرن 19 شکل گرفت. تا پیش از آن این واژه معنای منفی داشت. پس از آن نیز همواره مورد قضاوت‌های نادرست قرار گرفته است. بعضی آنارشیسم را مترادف با تروریسم می‌دانند، در حالی که بسیاری از آنارشیست‌ها تنها عدم همکاری، عدم تلافی، مبارزه بدون خشونت و بایکوت را اعمالی مجاز می‌دانند. بسیاری هم آنارشیسم را معادل هرج و مرج دانستند. اما آنارشیست ها می گویند آزادی دختر نظم نیست، بلکه مادر نظم است. یعنی آزادی به همراه خودش نظم هم می آورد. اصل اساسی و ارزش محوری در اندیشه آنارشیسم آزادی است. آنارشیست ها هر گونه اقتداری را محدود کننده ی آزادی می دانند و آن را رد می کنند. بنابراین دولت به عنوان بالاترین مرجع اقتدار از نظر آنها دشمن اصلی آزادی است. شاید به همین علت باشد که آنارشیسم گاهی معادل هرج و مرج و بی‌نظمی به کار گرفته شده است. در صورتی که آنارشیست ها معتقدند دولت ها به بهانه برقراری نظم می خواهند آزادی را محدود کنند. آنها دولت‌های موجود را به عنوان تجسم زور و سلطه محکوم می‌کنند. حکومت مورد نظر آنارشیست‌ها کاملاً داوطلبانه است و قدرت و امکان کاربرد زور و سلطه علیه شهروندان را ندارد. آنها حکومت انتخابی و دموکراسی پارلمانی را رد می‌کنند، زیرا اعتقاد دارند در عالم سیاست کسی نمی‌تواند نماینده دیگری باشد و همه مردم باید مستقیماً در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. تحقق یا بکارگیری این شکل از حکومت در کشورهای بزرگ و پرجمعیت امکان پذیر نیست. بنابراین بسیاری از آنارشیست‌ها به تشکیل حکومت‌های کوچک و منطقه‌ای تمایل دارند. با شکل‌گیری چنین حکومت‌هایی تفاوت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و گروه‌های متفاوت می‌توانند به حداکثر آزادی دست پیدا کنند. آنارشیست ها معتقدند قوانین مکتوب برای تضمین منافع طبقات یا گروه های خاصی نوشته شده و باید قانون عرفی را که مجموعه ای نانوشته از قواعد و رفتارهای مورد پذیرش جامعه است جایگزین این قوانین مکتوب کرد. آنارشیست ها انسان را ذاتاً پاک و جامعه پذیر می دانند و میان حقوق و منافع فرد و جامعه تضادی نمی بینند. آنها میگویند رابطه همزیستی و همکاری داوطلبانه میان انسانها به واسطه سلطه دولتها و کاربرد زور و اجبار به رقابت و دشمنی تبدیل شده و ذات پاک انسان فاسد و هنجارگریز شده است. اجتماع، مدرسه و آموزش از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری شخصیت هر فردی نقش دارند. آنارشیست ها نقش این عوامل را آنچنان برجسته می دانند که می گویند شما هدایتگر و سازنده ذهن من هستید. به همین دلیل آنارشیست ها به بحث تعلیم و تربیت اهمیت بالایی دادند و همگی اتفاق نظر دارند که آموزش می بایست به گونه‌ای باشد که خود مختاری را به کودکان بیاموزد. گرایش های مختلف آنارشیسم در انتخاب امن‌ترین و تضمین شده ترین راه کسب و حفظ آزادی با یکدیگر اختلاف دارند. اما به طور کلی آنارشیست ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. یکی فردگرا که مخالف مالکیت های بزرگ و خواهان مبادلات آزادند و دیگری جمعگرا که در پی واگذاری تولید، توزیع و برقراری نظم و امنیت به جامعه هستند. آنارشیسم جمعگرا تا سالها خوانش مسلط آنارشیسم و متأثر از باورهای کمونیستی، سوسیالیستی یا سندیکالیستی بود. در سالهای اول انقلاب روسیه و در آغاز جنگ داخلی اسپانیا، آنارشیست‌های جمع‌گرا توانستند برخی از اصول خود را در این جوامع پیاده کنند.
آنارشیسم مشابهت‌هایی با هر دو اندیشه سوسیالیسم و لیبرالیسم دارد. آنارشیست‌ها تأثیر بسزایی بر تحول نظام‌های آموزشی و نظام زندان‌ها داشتند. نقد نظام‌ها و دولت‌های موجود برای دستیابی به شرایطی بهتر از جمله آرمان‌های آنارشیست‌هاست.